کنار زمین مریخو داریم به عنوان یک همسایه. از اونجایی که نزدیک ماست و شرایط خوبی هم داره، مناسب ترین سیاره‌ایه که میشناسیم بشه روش زندگی کرد. آژانس‌های فضایی مثل اسپیس ایکس و ناسا قصد دارن نسل بعدی فضانورداشون رو به این سیاره ببرن، ولی هنوز نتونستن. چرا رسیدن به مریخ اینقدر سخته؟ تو مسابقه فضایی توی دهه 60 میلادی ناسا تونست با موفقیت 6 تا مأموریت به سمت ماه انجام بده که در مجموع 12 فضانورد روی ماه قدم زدن. ما توی این 5 دهه چندین بار به ماه رفتیم. سفرهای معمولی فضانوردان رو دیدیم و بهشون عادت کردیم. سفرهایی که طولانی مدت بودن. پس به نظر میرسه که رفتن به مریخ هم امکان پذیر باشه. چرا تا امروز هیچ کس به مریخ نرفته؟ ما قبلن یک ویدیو ساختیم که چرا تا الان به ماه برنگشتیم. ما که پیشرفت داشتیم و تو این 5 دهه کلی کار جدید انجام دادیم. پس اگه 5 دهه پیش به ماه رفتیم، چطور تا الان نتونستیم بریم؟ کاری به این که ناسا قراره با مأموریت آرتمیس تا چند سال آینده به ماه بره نداریم. دلیل نرفتن این سالها رو بررسی کردیم. لینک اون ویدیو رو توی توضیحات میذارم، دوست داشتین تماشاش کنین. اما اینجا به مریخ کار داریم، نه به ماه. علم و فناوری به ما میگن که فرستادن انسان به مریخ یک چالش بزرگ با پیچیدگی ها و سختی های زیاده و با تمام اکتشافات فضایی که تا الان انجام دادیم فرق میکنه. مهمترین دلیلی که انسان رو از مریخ دور نگه داشته فاصله است. ما فضانوردهای زیادی رو به ایستگاه فضایی بین المللی فرستادیم. قبل از اونم مأموریت‌های مختلفی انسان رو به فضا فرستاده. ولی تمام مسافتی که انسان از زمین دور شده معمولاً چند صد کیلومتر بیشتر نبوده. مثلا ایستگاه فضایی بین المللی تو فاصله 420 کیلومتری زمینه و تو منطقه مدار پایین زمین قرار داره. سفر به ماه فراتر از مدارهای پایین زمینه. ماه فاصلهش حدوداً 380 هزار کیلومتره که تقریباً 1000 برابر از ایستگاه فضایی بین المللی دورتره. یک فضانورد که به مدار پایین زمین میره سریع تو ایستگاه فضایی مستقر میشه، ولی سفر به ماه حداقل 3 روز طول میکشه. اما در مورد مریخ وضع خیلی فرق میکنه. برای اینکه به مریخ بریم حالت پروازمون توی مسیر باید عوض بشه. باید از محدوده مدار زمین به مدار خورشید منتقل بشیم. منطقه مدار زمین یعنی جایی که گرانش تحت تأثیر زمینه و اجرام اطراف زمین مثل ماه اونجان. ولی هرچی دورتر میشیم به مدار خورشید میرسیم. علاوه بر این فاصله مریخ تا زمین در طول سال تغییر میکنه. نزدیکترین فاصله مریخ تا زمین 55 میلیون کیلومتره و فقط هم تا چند هفته این فاصله ثابته. بعدش تا ماه‌ها مریخ از زمین دور میشه و سفر بهش منطقی نیست. فاصله مریخ تا زمین در نزدیکترین حالت 200 برابر بیشتر از فاصله ماه تا زمینه و زمانی که مریخ در دورترین حالت ممکن از زمین قرار بگیره این فاصله 1000 برابر ماه میشه. پس مسافت مهمترین مشکل انسان برای سفر به مریخه. بیاین اینو با یک مثال بهتر درک کنیم. دو تا مأموریت رو مثال میزنیم. اول مأموریت ارسال یک خدمه به مدار دور زمین و دوم مأموریت ارسال 3 خدمه به ماه. پس بریم سراغ برنامه فضایی مرکوری. این عملیات در دهه 60 میلادی انجام شد که رقابت فضایی تو اوج خودش بود. در مأموریت مرکوری 6 خدمه‌ای به نام جان گلن با یک موشک 120 تنی به ارتفاع 29 متر تونست در ارتفاع 200 کیلومتری زمین مدت 5 ساعت رو توی فضا بگذرونه. حالا بیاین وضعیت رو برای رفتن به ماه مقایسه کنیم. مأموریت آپولو 17 آخرین مأموریت اکتشافی ماه. این مأموریت ماژول خدماتی به وزن 50 تن به همراه موشک ساترن 5 با وزن 3000 تن و ارتفاع 110 متر رو به فضا فرستاد. مأموریتی که حدوداً 12.5 روز طول کشید
و توی این مأموریت دو خدمه بیش از 3 روز روی سطح ماه موندن. خدمه سوم در طول مأموریت داخل کپسول فضایی باقی موند. با این اطلاعات یک آگاهی نسبی در مورد تفاوت سفر به مدار پایین زمین و سفر به ماه به دست آوردیم. حالا بیاین با سفر به مریخ مقایسه کنیم. قبلش یادآوری میکنم. مریخ در کمترین حالت و نزدیکترین فاصله 200 برابر از ماه دورتره. از یک طرف سفر به ماه بار مفید پرتاب شدهش 50 تن بود، در حالی که موشک پرتابی خودش 3000 تن بود. برای مأموریت به مریخ 6 فضانورد فرستاده میشه که حداقل وظایف رو انجام بدن. باید صبر کنیم مریخ به نزدیکترین فاصلش برسه. پس تا سال 2035 یا 2037 برای مأموریت ناسا صبر میکنیم. در اون زمان سفر به مریخ حدود 174 روز طول میکشه تا از زمین بهش برسیم. 201 روز هم زمان نیاز داریم تا برگردیم. اما این سفر دیگه 3 روزه و 12 روزه نیست. باید فضانوردان به مدت 541 روز روی مریخ بمونن. چون از نظر فاصله مریخ و زمین توی این 541 روز دوباره به حدی میرسن که نزدیک بشن و از نظر مصرف سوخت و حمل و نقل در بهترین حالت خودشون باشن. پس این سفر در مجموع رفت و برگشت و موندن روی مریخ حدود 915 روز یعنی 2.5 سال طول میکشه. تا اینجا فهمیدیم سفر به مریخ و ماه چقدر فرق میکنه. خدمه حداقل باید 2 برابر بشن و زمان سفر هم تقریباً 73 برابر شده. از طرفی لوازم مورد نیاز برای رفتن به مریخ 150 برابر بیشتر از سفر به ماهه. در کنار اینها سفر به مریخ خطرات تشعشعات خورشیدی رو داره که این مشکل هنوز برای طراحی فضاپیماها حل نشده. تمام این امکانات اضافی برای فضاپیما جرم بیشتری رو بهش تحمیل میکنه. تازه اگر قطعی خراب بشه دیگه مثل ایستگاه فضایی بین المللی نزدیک نیست که بشه از زمین منتقل کرد. باید تمام قطعات یدکی همراه خود فضاپیما حمل بشن که باز هم یعنی وزن بیشتر. وزن بیشتر یعنی نیاز به سوخت بیشتر. داریم در مورد صدها تن سوخت حرف میزنیم که این هم خودش وزن زیادی داره. اما این فقط نصف راهه. ما باید سوخت کافی برای برگشتم داشته باشیم. یکی از گزینه‌هایی که بعضی از دانشمندان پیشنهاد کردن این بود که ما سوخت برای برگشت به زمین رو کامل نبریم. اینجوری وزن فضاپیما کمتر میشه. به جاش از مواد معدنی و گازهای زیر سطح مریخ برای تولید سوخت استفاده کنیم. ولی خب تا حالا چنین چیزی آزمایش نشده که ببینیم واقعا میتونیم چنین کاری انجام بدیم یا نه. حتی ما از مواد معدنی زیر سطح مریخ هم مطمئن نیستیم. پس مشکل بعدی ما به جز مسافت سوخته. برای سفر رفت و برگشت در مجموع بین 850 تا 1250 تن سوخت نیاز داریم. ولی ما دیگه موشکایی مثل ساترن 5 که ما رو به ماه بردن رو نداریم. امروزه موشکایی مثل آریان 5 استفاده میشن که میتونن 20 تن رو به مدار پایین زمین بفرستن. یا موشک پروتون روسیه که از قوی ترین موشک‌ها بود و توی دهه 60 میلادی استفاده میشد. اونم همین حدود وزن رو میتونست جابجا کنه. اما موشک ساترن 5 که گفتیم ما رو به ماه برد همون زمان بازنشسته شد. اما قوی ترین موشکی بود که تا حالا داشتیم. ساترن 5 130 تن بار رو میتونست جابجا کنه. اما مشکل اینجاست که 130 تن بار در مقابل 850 تا 1250 تن سوختی که نیاز داریم خیلی کمه. پس اگر ما امروزه ساترن 5 رو هم داشتیم باز هم حداقل 10 تا ساترن 5 نیاز بود تا بتونیم سوخت و چیزایی که میخوایم رو به مریخ ببریم. پس تا اینجا نتیجه میگیریم که ما با یک موشک نمیتونیم به مریخ بریم. حداقل 10 تا ساترن 5 نیاز داشتیم. ولی حتی ساترن 5 هم توی همون زمان مأموریت‌های آپولو فقط 9 تا ازش بود و کل برنامه‌های آپولو با 9 تا موشک ساترن 5 انجام شد. موشک قدرتمندی بود که به طور خاص برای رفتن به ماه ساخته شد و بعد از مأموریت‌های آپولو هم بازنشسته شد.
الان بهترین موشکی که نوامبر امسال اولین آزمایشش رو انجام داد، سامانه پرتاب فضاییه که یک وسیله نقلیه برای حمل بارهای سنگینه. البته این سامانه برای پرتاب به ماه و برنامه آرتمیس ساخته شده، نه برای مریخ. ولی از خیلی جهات مثل قدرت رانش از موشک ساترن 5 قوی تره. اما همچنان برای رفتن به ماه مناسبه، نه مریخ. و این سامانه قراره به عنوان مأموریت آرتمیس فضانورد به ماه بفرسته. ما قبلاً یک ویدئوی کامل در مورد مأموریت آرتمیس و فرود مجدد روی ماه ساختیم که لینک اون رو هم داخل توضیحات میذارم. در نهایت ما هیچ وقت تجربه سفری به بزرگی مریخ نداشتیم و هرچند الان از هر نظر نسبت به گذشته برای رفتن به مریخ آماده ایم، اما توان فنی این سفر رو نداریم. مشکلات و چالش‌های سفر بین سیاره‌ای برای انسان قابل حلن. ناسا هم برنامه داره برای 10 تا 20 سال آینده انسان به مریخ بفرسته و فکر موشکاش رو میکنه. ما میتونیم به مریخ بریم، اما نه الان. کمی زمان نیازه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.